در اوضاعی که نظامیان افغان در نبود نظامیان خارجی وارد نبرد نفذگیر با طالبان شدند، دو مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اینجا به خبرنگاران درباره اوضاع افغانستان معلومات می‌دهند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که در نبود نیروهای خارجی جنگ برای نیروهای افغان در برابر طالبان پرچالش خواهد بود. ما امیدواریم نیروهای امنیتی افغانستان نقش مهمی در متوقف کردن طالبان داشته باشند. زمانی که روند خروج تکمیل شود، بعداً ما روی پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از خارج از افغانستان تمرکز خواهیم کرد. افزون بر این، آمریکا روی چندین گزینه از جمله آموزش نیروهای افغان در خارج از افغانستان نیز در حال ریزنی است. در کمتر از یک هفته گذشته خروج بر اساس برنامه صورت گرفته، در این حال با شریکان ما در نیروهای امنیتی افغانستان روابط دوجانبه را اندکی تعویض می‌کنیم و با آنها در مورد اهداف مشترک به شیوه‌های تازه و راه‌های متفاوت کار خواهیم کرد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این نشست خبری می‌گوید طالبان نمی‌توانند با سقوط برخی مناطق کوچک در سراسر افغانستان تسلط یابند و برنده جنگ باشند. برآورد نظامی حرفه‌ای من نشان می‌دهد که ممکن نیست طالبان به طور خودکار پیروز شوند و کابل سقوط کند و موارد دیگر شبیه این نوع پیش‌بینی‌های وحشتناک. یک توانایی نظامی قابل توجه در دولت افغانستان وجود دارد. همزمان دبیرکل ناتو در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا بار دیگر از پشتیبانی نیروهای افغان اطمینان می‌دهد. پایان ماموریت حمایت قاطع به معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. در حقیقت فصل جدید از روابط باز شده است و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزشی و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم. در حال حاضر نیروهای خارجی چندین پایگاهشان در افغانستان را ترک و مسئولیت آن را به نیروهای امنیتی افغانستان سپردند. مقامهای پنتاگون میگویند که همزمان با خروج نیروهای نظامی تمامی پیمانکاران خارجی نیز افغانستان را ترک خواهند گفت.